و اکنون برای عیسی مسیح یک تشویق بلند دوستان عزیزم این روزها در مورد موضوع بسیار مهمی کار کردیم در فصل پنج میکا چهارمین آیه عیسی مسیح در زندگی ما چوپان به چه معنا هست آمده خداوند چوپان من هست کمبودی ندارم مرا در مرتههای سرسبز میخواباند در آبهای خنک مرا به ساحل میبرد و درونم روحم را دوباره میسازد حتی از وادی تاریکی مرگ بگذرم از پلیدیها هرگز نمیترسم چون تو با من هستی چوب و اسایت به من اعتماد به نفس می دهد در مقابل دشمنانم برای من سفره پهن می کنی به سرم مس می کشی. و کاسه هم کاسه هم سرریز می شود در هر روز از زندگیم فقط خوبی و محبت مرا دنبال خواهد کرد و تا عبد در خانه خداوند خواهم نشست این دعا برای تمام مجلس است او به عنوان یکی از اعضای جامعه دعا می کرد چون عیسی مسیح امروز صبحان من هست او ما را حفاظت خواهد کرد از همه بدی ها و دشمن ها حفاظت ما خواهد کرد آنهایی که با ما هستند از آنها تشکر می کنیم چوپان من و توست و همه ما برابر هستیم چون عیسی با ماست میکا در آیه چهار اینها را گفته بود آیه چهار میکا پنج چهار و او خواهد ایستاد و در قوت خداوند و در کبریایی اسم یهوه خدای خیش گله خود را خواهد چرانید و ایشان به آرامی ساکن خواهند شد زیرا که او الان تا عکسای زمین بزرگ خواهد شد بنابراین آنچه که ما نیاز به دانستن داریم دو چیز هست که عیسی مسیح وعده داده برای ما انجام بدهد گفته که با قدرت و نام خداوند برای ما چوپانی می کند باید این مقدسات را بفهمیم فیلیپس هنگامی که به سامره رفت در اعمال رسولان در قسمت هشت هنگامی که به آنجا رفت برای خیلی ها موعظه کرد فلس ها را شفا داد و در هر جا معجزه ها و کارهای فوق به واقعیت تبدیل شد انسانها از حیرت زبانشان بند آمد در شهر سامره حتی پیامبران و دروغین که انسانها را فریب می به راه راست آمدند سیمون جادوگر سیمون و فیلیپوس در آنجا خیلی موفق بودند اعمال رسولان در قسمت هشتم همانطور که در آیه دیدی. 8 دوازده دیدیم اعمال رسولان هشت دوازده اما چون به بشارت فیلیپس درباره پادشاهی خدا به نام عیسی مسیح ایمان آوردند همگی مرد و زن تعمید یافتند به آنها در هر دو مورد موعظه کرد اولی در مورد حاکمیت خداوند و در مورد مسئولیت های این حاکمیت ما در حاکمیت خداوند در چه وضعیتی هستیم خواهرم برادران حاکمیتی که در تحتش قرار گرفتیم چنان حاکمیتی هست که او هرگز و هرگز متزلزل نمی شود. هرگز مغلوب نمی شود. این حاکمیتی است که در دارایی ما جای گرفته. حاکمیتی که ما تا امروز به اینجا رسانده. و شیطان نمی تواند وارد این حاکمیت شود. زمانی که عیسی مسیح را قبول کردیم، ما باید اعتماد به نفس داشته باشیم. و شیطان یک بار دیگر در زندگی من هرگز صاحب حرفی نخواهد شد. دیگر به طور کامل، کاملا در موقعیت آزاد هستیم. و فیلیپوس به آنها چطور نام عیسی مسیح را استفاده کند را یاد داد چون این اسم را به خداوند میبرد و جنت درهایش را برای ما باز می کند. این اسم شیطان را فراری می دهد. درها را به روی او می بندد. این اسم مریضها را شفا میدهد، این اسم معجزه ها و کارهای بینظیر را خلق خب می عیسی ایسا انسانهایی را که آزاد کرده این اصول را آموزش داد. در مرگوز قسمت پنج داستانی را می یک مردی بود که کاملا دیوانه شده بود عقلش را از دست داده بود یک مرد وحشی بود که هیچ کس نمی توانست او را آرام کند حتی به زنجیرها بسته بودند عیسی از درون و او همه از جنها را فراری داد خداوند در کلامش چنین می گوید مرقس 5 15 مرقس 5 پانزده بیست و چون نزد عیسی رسیده آن دیوانه را که جنون داشته بود دیدند که نشسته و لباس پوشیده و آگل گشته بترسیدند شانوزده و آنانی که دیده بودند سرگذشت دیوانه و گرازان را به دیشان باز گفتند. هیوده پس شروع به التماس نمودند که از حدود ایشان روانه شوند. چقدر رحمگانه به خواستن قدرت بیشتر از او ترک مناطق خیش را میخواستند. در مرگوس پنز به آیات 18 و 19 دقت کنید. هیجده و چون به کشتی سوار شد آنکه دیوانه بود از وی استدعا نمود که با وی باشد نوزده اما عیسی وی را اجازه نداد بلکه دو گفت به خانه نزد خیشان خود برو و ایشان را خبر ده از آنچه خداوند با تو کرده است و چگونه به تو رحم نموده است بیست پس روانه شد در دیکاپوس به آنچه عیسی وی کرد موعظه کرد آغاز نمود که همه مردم متعجب شدند در اینجا چند چیز جالب هست به خصوص در دو چیز التماس مردم به عیسی را بینیم. از انها او را تحت کنترل خود قرار گرفته بودند دیوانه شده بود و عقلش در سرش نبود تا چشم بر هم بزنند دوباره صاحب ذهن و عقل شد عاقل شد و لباس به کرد و استدعا نمود و با وی باشد این خدمت عیسی حتی ممکن است برای معرفی انسانها مفید باشد یکی از ما به عنوان پدر روحانی بود چنین فکر فکر میکرد با من بیا و به چیزهایی را که خدا انجام میدهد را نشان بدهم به انسان ها نگاه کنید قبلا دیوانه بود این مرد جن بود آه بله او را میشناختم اکنون هوشیاری را به دست آورده این را خداوند کرد اما خداوند به تبلیغ انسانها احتیاجی ندارد خداوند میدانه که چگونه به را اعلان کند تنها کاری که ما باید انجام دهیم پیروی از خدا هست. او از ما استفاده خواهد کرد. یعنی دیوانه قبلی الان در کنار عیسی مسیح است. عادی صحبت می کند و می از برگشت دوباره از اینها محافظت کند. اما خواهر برادر، این یک دیدگاه اشتباهی است. هیچ کسی که از طرف عیسی مسیح نجات یافته دوباره به کنترل از اینها در نمیآید کشیش بر چه مبنای این را می چون در یوحنا این چنین میگوید یوحنا 836 اگر این کار انسان است اگر مردم بر اساس منطق انسانی تصمیمات را بگیرند آخر این باقی نمیماند یوحنا 836 پس اگر پسر شما را آزاد کند در حقیقت آزاد خواهد بود پس نیازی به ترس نیست اما مراقب باشید با دقت باشید او قبلا به مواد معتاد بود از مواد مخدر استفاده میکرد او چنین فردی بود این زن خود فروشی میکرد به چنین انسانهایی نمیتوانی اعتماد کنی اما هر کسی که عیسی مسیح او را نجات داد او واقعا آزاد شده او گفته بود که با تو بیایم نیاز به کنار تو را دارم مرقس 519 اما عیسی وی را اجازت نداد بلکه به دو گفته به خانه نزدیک ایشان خود برو و ایشان را خبر ده از آن چه خداوند با تو کرده است و چگونه به تو رحم نموده است شما قبلا با تلسم و فال سر کار داشتید به ارواح پلی خدمت می کردی. شمایی که با این روح عبادت می کردی به آنها کاملا متصل بودی. دیگر آزاد شدی. خواهرم برادرم. تمام شد. دیگر اتصالی که بر زندگی شما بود از بین رفت. حتی خود شیطان. دیگر به حاکمیت آسمان ها تعلق داری. از حاکمیت تاریکی رهایی یافتی و به حاکمیت روشنایی نقل مکان کردی. دکتر سوارس وقتی انسان هایی که از اجنه رهایی یافتند را می بینیم آشفته می شوم. در آن زمان هنوز در زندگی تو کمی تاریکی وجود دارد کاملا نجات نیافتی در برنامه های قبلی گفته بودم که یک مرد و یا یک زن چه زمانی میفهمد که واقعا رهایی یافته و یا نه هنگامی که جنس مخالفی را می بینید مهم نیست که چقدر جذاب هست آرزوهای کثیف و شهوانی شروع می شود و تا وقتی که شهوت دارید میگوید که آه خدای من آه کاش مجازات بودم <متصفيق> گفته می شود که هنوز در کنترل شیطان هستید. در شما روح فساد جنسی دارید و یا این چنین می گوید ایسا می دانم حسادت گناه هست اما با کسی که من باید ازدواج می کردم ازدواج کرده <متصفيق> گفته می شود شما هم مورد وسوسه شیطان قرار گرفته اید ایسا شما را کاملا آزاد نکرده هنوز به آزادی احتیاج دارید هنگامی که کاملا آزاد شدید هر کی را که می ببینید و غیر از همسرتان حتی گذراندن یک شب را در یک تخت برایتان سخت می شود. در ذهنتان تا حتی یک فکر کثیف هم نمی گذارد. فقط در آنجا به اجبار هستید اما هیچ شهوتی ندارید خب چرا چون دیگر متعلق به خداوند هستید خواهرم برادرم این رهایی را باید جستجو کنید انسان های رها شده که مورد استماع دنیا این چنین هستند دستانش را هرگز اشتباهی دراز نمی کند فقط کمی بگیرم چون نیاز دارم گوش کن اگر این را انجام دهی یک میلیون از آن تو خواهد شد حتی پنج سال حبس میکشی و بقیه عمرت ثروتمند خواهی شد از این پول حتی یک کروش را نمیگیرم ترجیح بی گناه 20 سال حبس بکشم اما به عنوان خلافکار یک دقیقه هم نه به انجام دادن این هیچ حقی ندارم این مال من نیست و به این نیازی هم ندارم چون من به عیسی مسیح تعلق دارم هر فرزند خداوند چیزی را که باید بگیرد چنین نگریشی هست خود را نظرسنجی کنید اگر مقابل کسی که به شما آویز شده مقاومت میکنید شخص نفسانی که تلاش میکند شما را از راه بدر کند اگر شخصی که برای شما جذاب میآید و در مقابل وسوسه مقاومت میکند آه نمیتوانم مقاومت کنم بنابراین شما هنوز رهایی نیافتید خدایا کاملا رهایی میخواهم چون اگر پسر شما را آزاد کند واقعا آزاد خواهید شد اگر کاملا آزاد نیستم هر لحظه ممکن است که پایتان سر بخورد چون شیطان همیشه از فرصت استفاده می کند و ما هنوز در نفوذ آن هستیم می افتیم و بقیه عمرمان اشک و درد می شود و چه کسی می داند اگر توبه نکنیم بلا فاصله توبه نکنیم برای همیشه تحت کنترل او میشویم. در مورد آنچه عیسی برای ما انجام می صحبت کردیم او میآید تا با قدرت خداوند ما را تغذیه دهد این حرفها را خوب درک کنید ما در حاکمیت خداوند هستیم و از حاکمیت پلیدی فریبی و دروغها نجات یافتیم و حاکمیت روشنایی و حقیقت آورده شدیم به حاکمیت مقدس به حاکمیت پاک او به حاکمیت خداوند در اینجا شیطان نمیتواند به ما لطمه ای بزند اما دکتر سارس واقعا در این حاکمیت بودن را احساس نمی کنم. بنابراین به دعا کردن و جستجوی خداوند را شروع کنید با خداوند حرف بزن خدایا به من قدرت بده تا در برابر همه پلیدیها بایستم تا حاکمیتی که در زندگی هم هست را رد کنم. چون اگر کسی هست که در زندگی باید درست و صادق باشد، به خاطر او حرف میزنم. خدایا میخواهم فردی درست و صادق باشم. آیه 20 بله در آیه 20 توضیح میدهد. مرگوس 520 20 پس روانه شد. در دیکاپولوس به آنس ایسا باوی کرده موعظه کرد. آغاز نمود که همه مردم متعصب شدند. و انگامی که عیسی بعدا به این منطقه برگشت برای قبول کردن او آنهایی که در آنجا زندگی میکردند را حاضر کرد در آن منطقه چنین معجزه ها رخ داد برای این حاکمیت ما باید چه نوع انسانهایی باشیم برای برکات خداوند باشیم آمین اکنون به قسمت سوال و جواب برویم دکتر سارس، توبه کردن انسان را از گناه نجات میده آن قدم اول هست. وقتی شخصی توبه می کند، به این معنی هست که دیگر نمی تواند گناه کند. تأسف همان توبه نیست. به عنوان مثال، یهودای اسخریوتی پشیمان شد، اما پتر توبه کرده بود. یهودا رفت و خود را آویزان کرد. و پتر هم رفت از عیسی مسیح خواستار اف و بخشش شد. و بسیار غمانگیز گریه کرد. افراد توبه کننده میدانند که کار بدی را انجام دادند و حس می که این به زندگیشان آسیب می‌رساند. و صادقان قلب خیش را در حضور و خداوند می و از او برای گناهانش طلب عفو بخشش می خواهن. خداوند آنها را می بخشد و سر تا پای زندگیشان را تغییر می دهد. در واقع توبه هدیه ای از طرف خداوند هست و برای بخشش هرگز نمی توانید خودتان صاحب خود باشید. وقتی به کلام خداوند گوش فرا می دهید می آید و خداوند این را برای شما هدیه می دهد. هدیه توبه کردن از گناه و هر چقدر گناهکار بودن خود را ببینید هر کاری را که انجام می دهید مخفی نمی ماند. وقتی چیزی را که پنهان می کنید نمی توانید توبه کنید اما هنگامی قلبتان را برای او می گوشاید. گوش کن کار گناهی را انجام دادم دقیقا این را انجام دادم و مانند این چیزها بازنی که مشاوره کرده بودم را به خاطر می آورم او همه داستانش را نقل کرد وقتی من از او بیشتر توضیح خواستم گفت دکتر سارس لطفا تو را به خدا مرا مجبور نکنید نمی توانم برای شما همه چیز را بگویم برای شما هم که می توانم بگویم برای اینکه شما فردی هستید که به خدا تعلق دارید اگر بیشتر بود مطمئن باشید برای شما می گفتم در حضور حضرت عیسی مسیح چطور صحبت می کنم برای شما هم همانها را می گویم همه رویدادها تا این حد بود برای شما همه داستان را توضیح دادم سپس من هم دعا کردم و زندگی او را برکتمند کردم و امروز او شخصی ثروتمند و مادر شده با نام عیسی مسیح این دوست واقعا توبه کرد اما بقیه به غیر از پشیمانی کار دیگری را انجام ندادند عذاب وجدان دارند بله این را نباید انجام میدادن و گلی می کنند. اما انسانهایی که صادقانه و واقعا توبه کنند، رفتارشان را تغییر دهند و این هدیه ای از طرف خداوند است ما را به سوی آزاد شدن از گناه میبرد اما تنها چیزی را که باید بگیریم اتخاذ یک موضوعی هست و خداوند تو گفتی که اگر گناه و اشتباه خود را اعتراف کنم تو صادق هستی و گناه های ما را میبخشی بنابراین اف و بخشش را میخواهم و میخواهم مرا از همه اشتباهات پاک کنی از ریشه تمام گناهان مهم نیست که چقدر ناچیز به نظر میرسد ابن نشینی آنها را میخواهم اکنون دوستان عزیز به خداوند دعا خواهم کرد دعای ایمان برای همه شما که به شفای الهی نیازمند هستید لطفا اکنون سرتان را خم کرده و چشمهایتان را ببندید پدر این کار خداوند است این قدرت توست خدایا حال به حضورت می آیم. یک نجات تمام و کامل می خواهم. در اینجا برای تمام مردان و زنان در اینجا افرادی هستند که دردشان به هیچ وقت از بین نمی رود. خدایا، مسائل اخلاقی وجود دارد. خیلی اما خیلی مشکلات جدی هست. آنها خیش را اسیر حس می کنند و احساس ناراحتی می کنند. خدای عزیز، در اینجا افرادی هستند که در درون رنج و عذاب هستند. خدایا، حتی افرادی هستند که برنامه ریزی های وحشتناکی دارند. خدای من، آنها نمی توانند جلوی را ببینند. کاملا احاطه شده بودند. اما خدا، الان کلام تو را شنیدند، ایمان آوردند و می گویند اکنون زمان آن رسیده که خلاص خواهم شد. پدر، این زانوها را لمس کن. هیچ نمی توانند خم کنند. این زانوهایی که درد می کنند لمس کن. خیلی درد می کند. خدایا، این سردردها وحشتناک را لمس کن <applause> پدر به روی این افراد درها را باز کن خدای عزیزم باران تازه هایت را ارسال کن و این روح ها را تازه کن هر چیزی را که در زندگی ما تعلق به تو را پاک کن به هر یک از ما شفا بده حال به دست هایی که بلند نمی شفا بده و که باز و بسته نمی شفا بده خدایا این گردنی که درد می کند و نمی تواند آن را حرکت بدهد این کمری که همش درد می کند پدر اکنون آنها را لمس کن اکنون قدرتی که به من داده ای را استفاده می کنم با نام عیسی مسیح به عنوان یک بنده خدمتکار کلام خداوند در این زندگی ها تمام قدرت شیطان را خونسا می کنم و این شیطانی که به افکار این فرد حمله کردی و می گویی خودت را بکش تمامش کن. می گویی که به آرامش می رسی؟ نه، به تو دستور می دهم که همکنون ترک کن و برو. دیگر این افراد آزاد خواهند شد و هر چیزی که متعلق به تو هست را بگیر و از اینجا برو. سر تا پای این افراد را ترک کن. درد را بگیر. بیماری ها را بگیر. بیماری های فیزیکی را بگیر. همه سختی ها را بگیر و برو. با نام عیسی مسیح عیسی مسیح نام والای تو را ستایش می کنم خدایا شکرت دکتر سوارس خداوند در زندگیم کار خوبی را انجام داد اکنون چهار تا شاهد می خواهم توضیح دهی که خداوند چه کارهایی انجام داد خلاص شدم از چی خلاص تا شدی؟ تا چشم مرهم هم بزنم خلاص شدم تا چشم به هم بزنی خلاص شدی؟ بله درد کوچکی داشتم که خیلی اذیت الان چطور؟ کاملا خوب شدم تمام شد؟ کاملا خوب شدم دردش تا... کاملا تمام شد درد دستم خدا رو شکر بله الان چطور دردم کاملا از بین رفت خدا رو شکر با نام عیسی مسیح برای شما چه اتفاق افتاد زیر پام آتیشی حس کردم مثل اینکه روی آتیش ایستاده باشم دقیقا از بین رفت درد رو هیچ هم احساس نمی‌کنم خب برای شما چه اتفاق افتاد؟ دردی که در پشت داشتم به هیچ عنوان از بین نمیرد و اکنون از بین رفت شکر عیسی مسیح پس الان بیستیم و یک بار دیگر به خداوند دعا کنیم هر چیزی را که خداوند به قلبتان گفته را انجام دهید آزاد هستید اکنون هر کس به لمس خداوند احتیاز دارد خداوند می آید و هر یک از زندگی ها را لمس می کند به صورت خیلی گوی لطفا سرتان را خم کرده و هایتان را ببندید پدر همکنون در اینجا برابر با این جمع ایستاده و ایمانم را با ایمان آنها یکی می کنم. پدر عزیزم، می دانم که عمل خواهی کرد. هنگامی که یک موزه را به نمایش می همیشه کار می با نام ایسا مسیح، به عنوان خدمتکار ایسا مسیح در اینجا می و دستور می شیطان گوش کن. دست را از این جمع بکش. پدر، این برای جلال و شکوه تو.